سلام و درود دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در همه جای دنیا، خاصه در ایران. در برنامه از در امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا، امروز در رابطه با برجام خدمتتون میخوام صحبتی بکنم. برجامی که به هر حال به فرجام خودش رسید، نتیجهش این فرجامی که به وجود آمد خوشحالی مردم بود. در خوشحالی مردم خودم رو خوشحال می‌بینم. خوشحالم از اینی که به هر حال مردم امروز فکر می‌کنن که این تحریم‌ها که برداشته شده می‌تونه که مسائل اونها رو حل بکنه، می‌تونه که دلار رو پایین بیاره، می‌تونه که به هر حال این ثروت امریکا داده نه خدا داده رو برای زخم‌های مردم کارساز بشه. این امکان وجود داره که به هر حال یک درصد بسیار بالایی از مردم ما که زیر خط فقر هستند به هر حال در اعتیاد به سر میبرند، در افسردگی و در خودکشی و غیره و غیره نجات بده. میتونه که دلالیگری و قاچاقچیگری رو از بین ببره و در ازایش تولید و اشتغال رو به وجود بیاره. ولی در عمل واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که به هر حال آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود یا نبود؟ آیا در زمانی که ما این شعارها رو در ایران میدادیم و سینه میزدیم و تو سر خودمون میزدیم و همه کارها رو میکردیم، نتیجهش چه شد؟ نتیجهش چه شد که امروز به این مرحله رسیدیم؟ نامه آقای روحانی رو به آقای آیت الله خامنه ای میخوندم که به هر حال تبریک گفته بود این برداشته شدن تحریم ها رو، نتیجه برجام رو، و اینکه به آقای آیت الله خامنه ای گفته بود که استکبار جهانی در تعطیلی برنامه های هسته ای ایران با شکست کامل مواجه شد و حق مردم ایران در دنیا مسجل شد. من نمیدونم که منظور آقای روحانی چی بود. منظور آقای روحانی این بود که به آقای آیت الله خامنه ای بگن که شما در جریان نیستید، یا به مردم بگن شما در جریان نیستید. چون نتیجهش به نظر من خیلی روشن بود. نتیجهش این بود که از این اورانیوم غنی شده 98% رو فرستادن به روسیه، اورانیوم طبیعی مقداری جاش گرفتن، قلب راکتور عراق رو برداشتن، بتون جاش ریختن، 19,000 سانتریفیوژ ایران رو به 15,000 تاش رو از بین بردن و از کار انداختن، آب سنگین عراق رو به کشور عمان فرستادن که به امریکا تحویل داده بشه یا به نوعی فروخته بشه. نمیدونم که کدوم یکیش بود که به هر حال رسید به اون مرحله شکست کامل استکبار جهانی. و نمیدونم که در موقعی که آقای روحانی این رو می نوشتن، در موقعی که این شکست فاحش برای مملکت ما به وجود آمد، کدوم یک از این مقامات عذرخواهی کردن از مردم که بابت این هزینه های سرسام‌آوری که در طی این سالهای گذشته برای مملکت به وجود آوردن، این مردم رو به خط زیر خط فقر بردن، بیکاری رو به اوج رسوندن، همه این کارها کردن، یک عذرخواهی لازم نبود؟ من نمیگم که مثل ژاپنی ها خودکشی بکنن، ولی حداقل میتونستن که یک عذرخواهی بکنن. خب حالا این واقعیت رو ما باز به چه ترتیب میتونیم که نگاه بهش بکنیم؟ این هزینه های سرسام‌آوری که باعث شد که این همه جوان مملکت ما به این سرنوشت رقتبار
افسردگی، بدبختی، فقر، خودکشی، فرار از مملکت دچار بشن، آیا به هر قیمتی، به هر قیمتی اون بچه های 15-20 ساله که حالا شده 30 سال 35 سالشون این سنشون بر میگرده، اون 30 ساله ها که حالا شده 40 سال 45 سالشون این عمرشون بر میگرده، یا بقیه کدوم یکیش از اینها میتونه انجام بشه؟ ببینید، من فکر میکنم که ما ناگزیر هستیم که یک نگاه دیگری به خودمون بکنیم، واقعیت رو بیشتر نگاه بکنیم، واقعیت رو ببینیم که آیا اگر که این تبلیغات سرسام‌آوری رو کردن، این میلیاردها دلاری رو که گفته میشد در سر انقلاب حدود 14 میلیارد دلار ایران بلوکه شد در امریکا که با بهره‌هاش سر به نزدیک 30 میلیارد دلار میگذره، حالا این رو اگر که ما نگاه بکنیم، وقتی آقای کری میگن 1,700,000,000,000 رو ما آزاد کردیم، معنیش چیه؟ معنیش آیا یک نوع تحقیر هست یا نیست؟ نتیجه این قضیه به کجا خواهد انجامید؟ فرجام این برجام در نهایت چه خواهد شد؟ اگر این پولها بیاد به ایران که حالا بعد از 150 میلیارد رسیده به 32 میلیارد و نیم که به هر حال رئیس بانک مرکزی میگن که 28 میلیارد و نیمش بدهی دولت به بانک مرکزی است، بقیهش رو هم که میگن حقوق کارمندان و غیره و غیره، ولی یک سوال برای من باقی میمونه، برای همه ما مردم باقی میمونه، اون هم اینه که آیا دلار ارزون میشه؟ آیا دلار همه اقتصاد ایرانه؟ آیا با این امکانی که برای تحریم ها برداشته میشه، آیا همه تحریم ها برداشته میشه؟ آیا اینی که میگن که همه تحریم ها یک جا برداشته شد درسته؟ آیا اینی که ایران امروز در موقعیتیه که این تحریم ها گاه تا 25 سال دیگه هم به طول میخواد میتونه بیانجامه، آیا اینا درسته؟ آقای آیت الله خامنه ای گفتن که در صحبت امروزشون گفتن که دقت بکنید که این غربی ها به تعهداتشون عمل بکنن. به تعهداتشون عمل کردن، نگران نباشید اصلا، چون یک ساعت بعد از اینی که تحریم ها برداشته شد تحریم های جدید موشکی گذاشته شد، اصلا نگرانی نداره، برای اینکه به هر حال ما به شکلی برخورد کردیم با امریکایی ها، به خصوص چون در رأس امریکا است، با اونها برخورد کردیم که اونها همه چی رو امروز در اختیار دارن. ولی باز من میگم واقعیت ها چیه؟ آیا با این امکانی که این ثروتی که به ایران آمده که اگر بیاد که میتونه بسیار کارساز باشه، آیا تعداد کشته ها در سوریه و در عراق بیشتر خواهد شد؟ حمایت از حزب الله و نمیدونم انصار الله یمن بیشتر خواهد شد؟ در افغانستان و عراق و پاکستان و غیره و غیره امکانات تروریستی بیشتر خواهد شد؟ یا این که میشه فکر کرد که برای مردم ایران هم امکانی فراهم بشه؟ هیچ امکانی نمیتونه فراهم بشه، هیچ نوع امکانی نمیتونه فراهم بشه، مگر اینکه تولید به وجود بیاد، مگر اینکه اشتغال به وجود بیاد. بارها و بارها من این رو خدمتتون گفتم که مسئله ایران بزرگترین معضلش معضل بیکاری است و بالاترین معضل بیکاری، بیکاری جوان هاست، بیکاری بین سنین 20 تا 40 ساله، بیکاری جوانهای تحصیل کرده است، فارغ التحصیلان دانشگاه که از هر 4 نفر 3 نفرشون بیکارن و ارتش بیکاری به وجود آمده. این مسئله اصلی است. در اینجا چه عملی میشه انجام داد؟ آیا واقعا میشه؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که آقای روحانی جز تدارکات چی بودن آقای خاتمی نقش دیگری رو داشته باشه؟ آیا قدرت و ثروت و سرکوب سپاه کوچکترین اجازه ای رو به آقای روحانی میده؟ اینها همه بحث‌های اساسی است، اینها همه مسائلی است که ما ناگزیر هستیم بهش توجه بکنیم. من فکر می‌کنم که ما راهی برامون باقی نمونده جز اینی که یک کمی به دور اطراف خودمون بیشتر نگاه بکنیم، فکر بکنیم که واقعاً این حرفایی که زده میشه درسته؟ آیا فرجام برجام
قادر هست که حداقل هایی رو برای مردم ما به وجود بیاره. این حداقل ها حداقل های این که اعدام کمتر بشه، فشارها کمتر بشه، امکانات اقتصادی کمی برای مردم بیشتر بشه، مردم بتونن نفس بکشن، فقط بیشتر نه فقط نفس بکشن. ولی من فکر میکنم که ما یک بار دیگه برگشتیم به این که دوران مصدق رو مرور بکنیم، به این معنی دوران مصدق رو مرور بکنیم که مصدق هم نفت ایران رو ملی کرد. مصدق تنها نفت ایران رو ملی نکرد، مصدق هویت ما رو از اون استبداد انگلیس گرفت، به دست گرفت و ایرانی در اونجا سرش رو بلند کرد، ایستاد، سینه‌ش رو سپر کرد. در عوض ما در برجام چه کردیم؟ من یک ویدیویی رو 3-4 دقیقه دارم تحت عنوان 1329 منظورم زمان دکتر مصدق و ملی شدن نفت، 1399-92 زانو زدن جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست. میدونید چه کردن؟ میدونید که چه چیزی رو به وجود آوردن؟ یک حقارت رو برای ایرانی به وجود آوردن. میدونید این حقارت یعنی چی؟ این حقارت یعنی این که نه تنها نفت ایران در 1329 ملی شد و از اون به بعد ایران صاحب نفت شد، ما برای انرژی هسته‌ای که حالا فارغ از شعارها شایستگیش رو داشتیم، نیازش رو داشتیم، تا آخر عمر نمیتونیم داشته باشیم. همه این حرفایی که تو تبلیغات میزنن که ما برنده شدیم، اینا شوخی بیشتر نیست، اینها مسائلیه که میخوان فقط مردم فریبی بکنن. ببینید امروز آقای آماتو رئیس سازمان انرژی اتمی از ایران رفت، یعنی 2 روز پیش آمد، یعنی از همون 2 روز پیش بلافاصله بعد از برجام شروع شد که جمهوری اسلامی کوچکترین قدمی نمیتونه در مورد انرژی هسته‌ای برداره. به تبلیغات اینها توجه نکنید. من بارها و بارها این رو همیشه خدمتتون گفتم، طبیعی است که یک عده‌ای از مردم مثل همه جای دنیا، مثل همه کشورهای دنیا به فکر زندگی روزمرهشون هستن. در ایران با این زندگی روزمرگی که جمهوری اسلامی به وجود آورده به مراتب بیشتر مردم درگیر هستن، مشکلات اقتصادی کمر مردم رو شکسته. ولی این واقعیت هست که یک گروهی گذشته از حکومتی ها مسئولیت و وظیفه دارن که به مردم واقعیت ها رو بگن، به مردم بگن که چه گذشته، چه شده. اگر مصدق قرضه ملی و برد و مردم اونطوری استقبال کردن و ایستادن، ببینید که امروز مردم در چه حالتی هستن. من مطمئن هستم که به هر حال روزی درست در نقطه مقابل آقای ظریف و روحانی و خامنه‌ای و غیره در مقابل مصدق قرار میگیرن، اون به لیاقت، این به نالیاقتی. سپاسگزارم.